چی کار داره با ما؟ من چه میدونم بابا، ده دفعه پرسیدی و ولی خودمونیم. تو هم داشتی جا بیزدی آقای مهندسا. چی؟ میگم خوب شد برگشتی، لابد حکمتی چیزی توش بوده. چی؟ ولی خداییش اگه من نبودم همه چی رو هوا بوده. چی؟ نگاه یه شب تو رو دادی به من؟ فهمیدی یا نه؟ خدا راه گذاشته به پا. بی خود نیست که از قدیم میگن تو دیگه میکنه در هجله انداز. هجله؟ چی شد اینو شنیدی؟ از کاری در اومدی؟ چی؟ یه هفته است دارم میرم و میام. سر قیمت مشکل دارین یا به من نمیخوای بفروشی؟ بحث این حرفا نیست حاج آقا، من که با شما تعارف ندارم که. پس برای چی باز مشتری میاد میره خانم؟ این آقا مشتری نیست، وکیله. وکیل برای چی؟ مگه ملک مشکلی داره؟ نه ملک مشکل نداره، نه خیالش. پس چی؟ شریکی، وارثی، چیزی تو کاره؟ الان دیگه نه. یعنی چی الان دیگه نه؟ شریک دارین ندارین؟ راضیه نیست؟ جریان چیه؟ حاج آقا شما اول اجازه بدین من با این وکیل صحبت کنم بعد. به هر حال من جای مشکل دار نیستم، شما خودتون میدونین که جای بی نماز نمیخرم. شما که میدونی من خودم این چیزا برام مهمه حاج آقا. به هر حال من باید خدمتتون عرض میکردم. ره منظور ره دیگه ره ها الان میگم صبر کن. رفتم بر در شمس العماره. برفتم بر در شمس العماره. رفتم و برفتم نداره ایراد، گیر نده دیگه. مهم اینه که اونجایی که دلبر خونه داره هی بده تو. هی؟ آه خوش دار که گر وسوسه نفس کنه گوش، آدم صفت از روزه رضوان به در آیی. یه بده یه توب دارم قلی. نوبت من نیست، نوبت تو بده. یه بده یه ساعت منو ورداشی از فرودگاه آوردی اینجا که چی؟ الان ما رو معطل گذاشته. هی بودو بیام اینجا بشینیم. آقا به من چرا که داری معطل تره دیگه؟ شعر میخونی؟ آقا کیارش خسته شده. ای سلام آجاقا، نکرم آجاقا، کیچکم. سلام، مقدم کدومتونی؟ منم آجاقا. منم آجاقا. به تو چه ربطی داره؟ منو داره. بعد بفهم. من که نفهمیدم بالاخره کدومتونی؟ بابا منم دیگه آجاقا، منم. بابا تو باز میری گن میزنی به منم آقا جان. به تو ارتباطی داره؟ منو تو شور میکنی بابا، بالاخره یکیتون مقدمین دیگه. آقا حالا. یا من یا ایشون دیگه، حالا امرتونو بفرمایید. خانم تهرانی میخواد با ایش صحبت کنه. ها اینو از اول بگو دیگه. منم باهات میام. کجا؟ تنهات نمیذارم تا تاش باهاتم. تاش چه؟ منم میایم. تو کجا؟ تا تاش. آقای مقدم محترم، خیلی چیزا هست که شما نمیدونید. خانم من بالاخره نفهمیدم، یعنی سر در نیاوردم که هاتف اینجا سهم دارد ندارد چجور؟ بستگی داره. یعنی چی آخه بستگی داره؟ چیه؟ چرا پیچیدهش میکنی؟ چون پیچیده هست. پیچیده هست؟ خب الان این همه راه منو کشوندین آوردین اینجا که بهم همینو بگین پیچیده هست؟ نه آقای مقدم، شما اون روز یه حرفی زدین که خیلی برای من سنگین بود. من کلی حرف زدم، کدومش سنگین بود؟ همین که گفتین من سر هاتف و کلا گذاشتم میخوام با سهم اون دین مردمو بدم. مگه غیر اینه خانوم؟ شما هم مثل هاتف دیگه، فرقی نمیکنه که اصلا معلومه چند چندین با خودتون و هاتف. من و هاتف خیلی حساب کتابا با هم دیگه داریم، فقط این یکی نیست که. خب این خیلی واضحه، مثل مثل خودتون در واقع بشینید حساب کتاب کنید، حسابا در بیاد ببینید حساب کی بیشتره، حساب کی کمتره، هر کی سهمشو برداره بره زندگیشو کنه دیگه. همه حساب کتابا که مالی نیست آقای مقدم. ای وای شما خیلی چیزا رو نمیدونید. اصلا در جریان اتفاقاتی که بین من و هاتف افتاده بله بفرمایین.
نه خیر، دیگه مقدمی در کار نیست، این خط واگذار شده. بنده نعیم نعمتی هستم، اگه کار وکالت داشتین در خدمت شما هستیم. ای حاج خانم، شما این کوچک شما ایم، حاج خانم نوکر شما ایم، خیلی کوچکم جانم حاج خانم. نه این مقدم رفته تو یک جلسه خیلی مهمی حاج خانم، اینه که گوشیشو داد دست من که بله. جدی میگین حاج خانم؟ کوچک شما راست میگین حاج خانم؟ قربونتون برم حاج خانم، نوکر شما ایم. باشه باشه، از سایه خدمت میرسم حاج خانم. چشم چشم، خداحافظ. شما ازش طلب دارین؟ چقدر؟ خیلی زیاده خب. چقدر؟ زیاده دیگه، اینقدر هست که آدم به خاک سیاه بشینه. چقدر؟ پس خانم تهرانی و زلطن تا یه هفته دیگه. شما نگفتید بالاخره شرطتون چیه؟ به تارا بگید بیاد پیش من. به تارا؟ با تارا چی کار دارید شما؟ خودش میدونه، شما بهش بگید بیاد، خودش میدونه. خب صبر کنین یه لحظه، صبر کنین، صبر کنین. شما مگه میشناسین هم دیگه؟ یعنی چی میشناسین؟ آخه اون گفت که نمیشناسه شما رو. نمیشناسه؟ آره نمیشناسه. خیلی خب، اگه نمیشناسه که برید با خودش و برادرش حسابتون صاف کنید. صبر کنید خانم، بابا صبر کنید، من دارم آخه صحبت میکنم. اونا که درست به من جواب نمیدن، شما بگید اقل من بدونم جریان چیه اینجا چطوری. آخه الان شما میگید تارا رو میشناسیم، اون میگه نمیشناسه، حالا شما میشناسیم، با اون حساب دارید، با هاتف حساب دارید، من نمیفهمم واقعا. منم واقعا نمیفهمم، اصلا انگار کلا متوجه نیستین. برعکس منم متوجه نمیشم، شما بگید الان من بفهمم. شما چه دوستی یا وکیلی هستین که هیچی از این خواهر و برادر رو نمیدونین؟ گفتم بهتون اگه میخواین به چیزی برسین تارا رو بیارین اینجا پیش من. خدافظ. تارا نیستش. کجاست؟ نیست دیگه. حالا حتما باید ببینینش. خب آره، کجاست؟ نیست، زندان. چرا؟ یه زندان دیگه، داستان داره، حالا خیلی پیچیده است، نمیشه به این راحتی. دنیا داره مکافات دیگه. چرا؟ چی شده آخه؟ برید آقای مقدم، برید، دیگه هم اینجا نمیایید سراغ من. اگر با تارا اومدید ببینمتون. باشه؟ آخه ایرج خان، نعیم کو؟ نعیم؟ رفت؟ رفت؟ کجا رفت؟ نمیدانم، یکی بهش تلفن کرد، او هم ساک شما انداخت و رفت. یعنی چی تلفن؟ چرا تو یه ساعت اینجا صدا در نمیاد آخه فس؟ من چه؟ مگه من فضولم؟ ای بابا. حالا ایرج خان، الان اینجا من چجوری برم؟ تاکسی چیزی کجا پیدا میشه برم؟ اینجا تاکسی پیدا نمیشه که. پیدا نمیشه؟ بابا ما چجوری برم اینجا؟ این پشت یک اتوبان هست، اما راهش از اینجا نیست، از این ور باید بری، خیلی طولانیه. بعد از این ور چقدر راهه برم؟ اگه تون بری فقط یک ساعت. یک ساعت؟ خیلی این راهه. موبایل داری؟ همراه؟ آره همون همون هم. بیا. داری به نعیم تلفن میکنی؟ اگه تو جاده باشه آنتا نمیده. هر دم از این باغ بری میرسم. تازه تر از تازه تری میرسد. دال بدم؟ یا بابا بگیر همراه تو. Thank you.
سلام خانم مهندس. سلام. خوبین شما؟ امرتون. والا خدمتتون عرض کنم که حاج خانم منتظر من هستن. اه؟ اه نداره، خب منتظر من دیگه. نمیاد بهتون. چرا نمیاد خانم مهندس؟ این حرفا چیه میزنین؟ ما رو چی فرض کردین شما؟ فکر کرد سینا. توپ تو بود؟ آره. الان بهت میدم. بیا. چی پسری؟ اسم چیه؟ سینا. سینا. ای خانم مهندس، آقاتون میگفت شما از بچه بدتون میاد که پس این دسته گل ماشاءالله. الو نعیم نعمتی هستم. این خط واگذار شده. کدوم گوری رفتی تو؟ آره موبایل منو برای چه بود؟ الو موبایلمو چرا برداشتی بردی موندم؟ به تو چه رب دارم؟ موبایل راننده دارم زن. امر خیر به تو چه ارتباطی داره؟ من ببین یه ساعت دارم صدات میکنم میگم وایسا دیر افتادم. کجا؟ جدی میگی؟ الان کجایی آقای مهندس؟ ای قبرستون برای چی؟ آقا دور از جون شما این حرف رو نزنید. خب من بعدا میبینم اتون دیگه، الان کار دارم. خب فعلا خداحافظ. سلام آش خانم. سلام علیکم. خوبین؟ کجایی شما آقا نعیم؟ چرا اینقدر معطل کردی؟ این آدرس رو میدادی خودم میرفت. نگین آش خانم، آدرسش خیلی سخته. مگه تو این مملکت نیست؟ بالاخره میگشتم پیداش میکردم. خب گفتم مثلا کار خیره دیگه، منم باهاتون بیام با هم باشیم دیگه. خیلی خوب، ماشین که داری؟ موتور هست دیگه، موتور. تاکسی میگیرم تا یه جایی میام. بله بهتره که شما با تاکسی بری، اصلا خوبیت نداره با موتور. من پشت سر شما میام حاج خانم. درست نیست شما بیای جلو. بله حاج خانم میدونیم، برای همینم مزاحم شما شدیم. میگم کاش میدادیم به وکیلش، خودش میرفت دنبال کاراش. نه وکیلش نه آش خانم، اون الان پول لازمه. اینجور وقتا هم چی؟ شیطون میره تو جلد آدم، دست آدم کج میشه، مخصوصا آدم های چی؟ سستونسور. خوش سر مردم حرف نزن آقا نه، این بنده خدا آدم خوبیه. اختیار دارین آش خانم، خوبی از خودتونه. حالا خونهشون کجاست؟ تای کوچه؟ از این ور تای کوچه است آش خانم، از اون ور سر کوچه است. خب اگه سر کوچه است مگه راه قرض داریم آخه مادر جون؟ ای داد بیداد. چی شد آقا نعیم؟ هیچی آش خانم، تا الان همیشه از این سر کوچه ما رو می آورد، یادش افتادیم دلمون براش تنگ شد آش خانم. خدا بخواد اونم میاد میره سر کار زندگی، شما هم دوباره می بینی. فقط بعد آدم ها تا هستن قدرشونو بدونی. بله آش خانم، اینا آش خانم رسیدیم اینا. خیلی خوب، شما برو بقیهش با من. کدوم زنگه؟ همون بالایی آش خانم. وای اینجا معلوم آسانسور نداره. آخه ما هم همینو گفتیم آش خانم. با اجازه. خدا حافظ. با اجازه. خدا حافظ. کیه؟ منم یزدانبخش. یزدانبخش؟ طاهره مادر نهال. نهال؟ زن عادل. عادل؟ ای بابا دخترم، همونی که زده، یعنی شما فکر میکرده زده به آقا طاهر. سلام حاج خانم، شمایی؟ چه عجب از این طرفا، خوبی؟ این نهال خانم خوبه؟ معلوم بهم خدمتتون. آخه ببخشید اینجا خاک بر سرم بکنم، آخه اینجا یکم ریخت و پاشه. چایی نمیخورم، قد یه حال احوال مزاحمتون میشم. این حرفا چیه؟ مراهمی بفرمایید.
ممنون دخترم. خیلی ممنون حاج خانم، من صدقه نمیگیرم. دخترم صدقه چیه؟ همه باید دست به دست بدیم کمک کنیم تا اون بنده خدا بیاد بیرون. میبینی خودم دارم کار میکنم، دستم جلو کسی دراز نباشه. واسه همینم هست که خدا راه میذاره جلوت، به خاطر اینکه امیدت به خودشه نه به بندش. اون دفعه شما زحمت کشیدین بر بیمارستان آقا طاهر، ما هنوز شرمندتونیم. دشمنت شرمنده باشه عزیزم، این پولم مال من نیست، چند تا آدم خیر کمک کردن تا این جور شده. گفتم که صدقه نمیگیرم. ای بابا اصلا این دستکشو چند؟ به اندازه این پولی که من میدم از این دستکشو برمیدارم. بچه که نیستم حاج خانم. دختر من عزیزم، تو که الان تنها نیستی، یه بچه تو شکم داری، آدم حسابی هستی درست. این پولم از راه حروم غلط درست نشده. خودم میتونم. میدونم میتونی. میخواستم این جریمه رو خودم ببرم بدم، گفتم تو ببری بدی بهتره. لج نکن عزیزم، من که بعد تو رو نمیخوام. روی منو تو این سن و سال زمین نزن. بگیر عزیزم. کجا رفتی؟ من دارم یواش یواش زحمت رو کم میکنم. نهار تشریف داشتی حاج خانم. حالا فرصت زیاده، انشالله آزادی آقا طاهر. خدا از بزرگی کمتون نکنه. میخوای فردا بیام با هم بریم دنبال کاراش؟ نه خیلی ممنون، تو همین جشم خیلی زحمتی. یادت باشه زنگ بزنی آزادیشو به امون خبر بدی. چی شد مینو جا؟ چی شد مادر؟ نمیدونم، این سرم هیچ میره. آخه تو که نباید با این وضع و اوضاع کار کنی که ضعیف شدی. رفتی دکتر؟ میرم. میخوای بیام باهات؟ باید مراقب خودت باشی، مراقب بچت باشی، بعد زود به زود بری دکتر. چشم. اگه کاری داشتی زنگ بزن. باشه، خداحافظ. سلام. من بخوام شوهرم بیارم بیرون چیکار باید بکنم؟ بله؟ میگم یعنی با کی باید حرف بزنم؟ کجا باید برم؟ نمیدونم، خوام داخل پرسی راهنماییتون میکنم. خواهر من اینجا نباید بیان که، باید برین دادگاه و دادسرا و اینا، مراحل قانونی داره. مگه وکیل نداره این آقا طاهر؟ بله چرا داره. چرا وکیلش نمیره دنبال کاراش؟ خب سرکار وکیلش اگه به درد بخور بود که این نمیافتاد زندان. کیه وکیلش؟ آقای مقدم. اوه همون کچله؟ اگه اونه من توصیه میکنم خودتون برید دنبال کاراش. مامانت که اذیت نمی‌کنی ها؟ آفرین دختر خوب. باریکلا آقا پسر. اینجا زندون نیستا بابا. نه منم نیفتادم زندونا. اینجا یه
به خدا خیر بده حاج خانومو. نمیدونی چقدر تنهایی سخته تا نمیدونی چی کشیدم توی مده. مینو دیگه نمیذارم تنها باشی. بیام بیرون و دیگه هیچ ازت قایم نمی کنم. به همین برکت که آوردی و دیگه نمیذارم اذیت چی. مینو تو منو دوست داری؟ او چی داره میگه معلومه داره. خب پس دیگه نه نگی. ببین مثل یه خانم خوب این پوله رو بردار ببر بده دفتر زوکری بگو پرونده ما رو به جریان بندازه. خانم نترسی. نه خانم و آقایون 5 دقیقه بیشتر از وقت ملاقات نمونده. طاهر چی من این پولو گرفتم به مگر نشد نه نگی نه طاهر چی داری میگی؟ چه کاری تو از من میخوای؟ مینو واسه آینده خودمون اون بچه میگم برو. برای آینده من این بچه باید بیای بیرون میفهمی؟ بابا تو چند وقت پیش که این پوله نبود چی میشد؟ هیچی. من چند وقتی که آزاد میشدم همینه دیگه. حالا که هست باید بیای بیرون. مینو من اومدم بیرون چند ماه باید کار کنم؟ اصلا چند ماه که هیچی. چند سال باید کار کنم بازم به این پوله نمیرسیم مینو جان. تو چی میگی من چی میگم؟ ها تو میدونی من چقدر خجالت کشیدم پول گرفتم ازشون؟ میدونم ولی الان واجب تره. کی میگه واجب تره؟ تو مگه همین الان قسم نخوردی که من دیگه اذیت نشم؟ ها مینو مگه تو الان نگفتی منو خیلی دوست داری؟ ها مینو جان من الان بیام بیرون قصه بخورم آرزوام به باد بره بهتره یا این تو باشم دلم خوش باشه؟ کدومش؟ تار من بیرون تنها. میدونم مینو من همه اینایی که میگم واسه توه واسه اون بچه است. بابا به کی قسم بخورم همش واسه شما هاست. مینو جان تو همین برو. مگه نگفتم به ایج عنوان کسی نیاد داخل؟ مخصوصا این خانم و شوهرشون. بفرمایین بیرون خانم. آقای زاکری پول آوردن. بفرمایین بیرون خانم انصاری. بفرمایین بشینین خواهش میکنم. باورم نمیشه یه من دروغ میگم. اینا شوخی کردم آخه. اینقدر شما شوهرتون رفتین اومدین رفتین اومدین یهو رفتین دیگه پیداتون نشد. خب گفتم دیگه پشیمون شدین. نه شوهر من که پشیمون بشه نیست آقا. پول نداشتیم فقط. الان کجاست شوهرم؟ بله من کارش رفته مسافرت. شانس آوردین امروز اومدین چون امشب من پرواز دارم. یعنی پرونده ما رو نمیتونیم بگیریم؟ برای همینا دارم میرم چند ماه اون ورم چند ماه این ورم. یعنی میتونی؟ ببینم خانم شما مثل که دوست نداریم برین اون بر. چرا من دوست دارم میخوام برم. من که از ته دلتون خبر دارم. گفتم شاید پشیمون شدید. من پول آوردم ببین. من که از پول بدم نمیاد. میگم اگه پشیمون شدین من هر جا شوهرم بره باهاش میرم. باش باش ولی بدون هر جا بری آسمون همین رنگه ها یه کمی ابریتر یه کمی آفتابی. میدونم دلم نمیخواد تا آخر عمرش حسرت بخوره که اگه میرفتیم چی میشد. جواب نداد؟ نه میگم میخوای راحت باش. راحتم. آها اتفاقا خیلی وقتیه که احساس خوب خونه رو نداشتم. سایزمونم یکیه. سعادتیه بابا. این چرا دو روز الان جواب نمیده؟ اون فهمیده گوشی شده مال من دیگه جواب نمیده. این گوشی کی گفته مال توه؟ خودت داشتی میرفتی دادیش به من. داشتم میرفتم الان نرفتم که. کی میری ایشالله؟ معلوم نیست فعلا. دو تومنم شارت ریختم توش. مثل دارم این طاهر از وقتی که از زندان آزاد شده دیگه هیچ گیر و تحویل نمیگیره. کلت معلوم نیست چی ریختن.
اون من وکیلشم، پول بردی دادی به اون، بعد میاری بدی به من. والا تو یه تأثیر بدی از خودت رو مردم به جا گذاشتی، همه بهت شک دارن. بس که همه رو شکل پول میبینی، بس که مادیات جلو چشماتو گرفته. کیو کیو چشماتو وا کن، زندگی همش مادیات نیست. والا شلوارمو درار. اینو نگاه چی تیپی زدی، کجا میری؟ جایی میرم، دارم میرم بیرون، جایی میرم. ما هم دعوتیم. آره تو دعوتی، منم دعوتم، اینم دعوت، همه دعوتیم. به میاد خیلی با تو نبودم، با این بودم. به میاد خیلی. منم هم همینو گفتم که نه نه، مال عروسی بوده، مال عروسی بوده. کجا رفت؟ نمیدونم، قاد زده. نره یه بلای سر خودش بیاره. بچه هست مگه؟ بابا بچه نیست، روانیه. اون رو پوش بریم دنبال عادل، خونه طاهر. آقا اگه رضایت نده چی؟ باید بگیرم رضایت ازش، وگه نه همه چیمون رو هواست. چی؟ میگم رو هواست، رضایت میگیرم ازش، میگیرم. آقا خب میخوای این خانم تهرانی رو بردار ببر زندان، ملاقات نامزده. نه قبول نمیکنه دیگه. گفته تارا باید بره پیشش. بعدم دیگه تارا مثلا ملاقاتی قبوله. من با وکیلش هم حرف زدم، میگه ملاقات قبول نمیکنه، کسی بیاد ببیندش نمیخواد. چی؟ همه اینا رو عذابت بگم؟ گفت نمیخواد بیاد بیرون. نمیخواد بیاد بیرون؟ یعنی همه میخوام بیان بیرون از اونجا، نمیخواد بیاد. پولشو داد واسه یه چیز دیگه. پولشو یعنی چی؟ چرا پولشو داده؟ ببخشید به خودمون مربوطه. یعنی چی به شما مربوطه؟ به منم مربوطه خانم، من وکیلشم. کاری کردیم براش؟ جان من متوجه نشدم چی میگم. براش کاری کردین شما؟ کار که خیلی کاری که من، نه پولو چی کار کرده اون وقت؟ گفته به کسی نگه. به من بگین، من بدونم بهتره. ببینی این پول مال طاهر خانومه، ایشون داده پولو، بعد اگه الان بدونه چیز شده داستان، من میتونم. چی شد؟ حالتون خوبه؟ ببخشی من باید برم تو. خانم این شیرمی حالا آدم ببینیم، ما الان هممون تمام عالم آدم لنگه این طاهریم، این باید این پولو. کارت کنه نعیم تو. من چرا آویزون شدی تو؟ ای وای بابا، طاهر هنوز تو زندانه که نیست. چی میگی؟ آره دیگه، یعنی نتونسته درش بیاره. وای چرا خب؟ خدا بگم چی کارت کنه طاهر؟ بابا میگم چرا؟ بابا زنش رفته پوله رو داده به وکیل. به تو داده یعنی؟ وکیلش توی که؟ وکیل خارج و وکیل، خدا بگم چی کارت بکنه آخه وکیل. خب بریم پولا رو بگیریم. خب بابا من الان باید چی کار؟ چیه؟ میخاره الان نمیدونم چی کار کنم، چه خاکی از کجا بیارم. من این طاهر سر این خارج رفتن کله هممونو به باد نداد. تو نگاه کن حالا، خدا بگم چی کارم کنه آخه منو. کجا میری؟ بیا پایین دیگه. شیرمی بده همینجا وایسا تا بیام. کجا میری؟ میرم طاهر بیارم بیرون. اینجای خیاطیه که. همین دیگه، هیکل فقط گنده کردی، مغز اندازه نخود.
زنون است بابا. ما مرد نیستیم کیو جان. کجا داداش؟ مگه ندیدی نوشته زنان دوزی؟ چرا داداش؟ با خانم خسروی کار دارم. ما هم نگفتیم با کی کار داری؟ ورود آقایون ممنوعه. اه گلاب بروتون، مگه شما جز با آقایون نیستین؟ ها؟ اوه ببخشین، شب بود، این بود که سیبیلار شما رو ندیدم من. آقا کی باشن؟ والا بنده، یعنی خانم خسروی عیال سابق بنده است. من یه کار جزئی باشون داشتم. خودت داری میگی سابق؟ بله دیگه. نعیم تویی؟ بذاریم بیا تو. اجازه صادر شد، پس با اجازه. ببخشین، معذرت میخوام، شکم یکم بکشی عقب رفتم. کوچکم نگاه به جعبش نکنم، تازه اسور دار. برای چی مدی اینجا؟ مگه بهت نگفتم نمیخوام ببینمت؟ بابا داد نکند، من کار واجب داشتم اومدم دیگه. چه کار واجبی؟ اگه بهرام بفهمه اومدی اینجا قیامت به پا میکنه. ها؟ ببین من خودم الان وسط قیامتم، اینقدر بهرام برای من نکنه. منو نترسون از اون بهرام و گورتا. کار چیه؟ بگو زود برو. بابا جان خصوصیه، نمیتونم اینجا بگم. بیا بریم بیرون بهت بگم دیگه. ما حرف خصوصی نداریم با هم، همینجا بگو. لابد یه چیزیه که روم نمیشه جلو اینا بگم. جان من کردم. کسی به تو کاری نداره، همه مشغول کارشونه. اینا که فعلا سرشون به کار ما بنده، فعلا دارن نگاه میکنن ببینن. نعیم حرفتو بزن. جان نعیم بیا بریم بیرون. نوکرتم کوچیکتم، بیا بریم. بیا بریم. پاشو. بعضی وقتا هم کار کنین. خب فکر کردی چی؟ من خرگیر آوردی؟ بابا من خودم خرم، جون سودی. من الان تو گل گیر کردم جان تو. هر با خودت ها، پول از من گرفت، حالا به یه بهانه اومدی از من پس بگیری. آره بابا من اگه میخواستم از تو پس بگیرم که با اون بدبختی نمیرفتم پول جور کنم، میپیچیدم. آره عمرن زیر سنگ میرفتی پیدات میکردم. همجور آقا بهرام داره جا میزنه. ببین نه، من نمیتونم دست به اون پول بزنم. یعنی وجدانن این آقا بهرام شما این پول حروم از حلقومش میره پایین؟ پول حروم کدومه؟ همین خود تو، پول حروم از گلت میره پایین. خو پول مهریمه، چرا حروم باشه؟ بابا پول این بدبخت کیوس اینجا نشسته دیگه، ول کن دیگه. دزدی که نکردی، گفت باید حساب کتاب داره، خودش پول داد به من. بابا کدوم حساب کتاب؟ اون یه چرتی گفت، حالا تو چرا باور کردی دیگه؟ آخه پول چی بود داد دست من؟ اون پول چی بود ها؟ جون سودی نگاه کن، این پولو به من بده. خب من یه چیزی روش میذارم میارم بهت میدم دیگه. آه باشه حتما. نوکرتم دیگه، نگاه کوچیکتم. خب باشه، میخوام من گول بزنی. بابا چی گولی؟ من نوکر باشتا دیگه. باشتا دیگه، باشتا. نگاه کن سودی، نگاه الان این پول. خب این چهار نفرون بیرون الان لنگ این پولن. خب ببین نعیم، زندگی منو این پول. میدونم، نگاه کن الان میگم چهار نفر لنگ این پول. خب بزن ببینیم چهار نفر. سب کن جونت، سب کن دیگه. بابا خیلی خوب، ما برای تو کاری نکردیم. آره بابا میدونیم کاری نکردیم، یعنی نتونستیم کاری بکنیم، ولی الان یه جوری شده که برای چهار تا آدم میتونیم یه کاری بکنیم. خب ها نگاه، ما که از زندگیمون خیلی ندیدیم، ولی به جان سودابه نمیذارم زندگی تو خراب شه. نگاه بیا زنو نگی کن، این دفعه حرف ما رو رو زمین ننداز دیگه. خب نوکرتم. خب باشه، ببین کیه کش ما رو. چشم. الو؟ الو سلام آقا نایی، گوش کنیم ببینید چی میگم. این مقدم کجاست بیاد اینو جمعش کنه؟ آبروم رو برد. اونایی که بچه دارن خوش اومدن، اونایی که بچه ندارنم خوش اومدن، اونایی که زنشون شاغله خیلی خوش اومدن، اونایی که زنشون خونه داره هم خوش اومدن، اونایی که بی خانمانن خوش اومدن. دست بالا رفت خالص بزن از خشنگرو. آره اونایی که عروسی شدن خوش اومدن. تو رو خدا بیاین پایین، عروسی هم خوش اومدن. بعد از قرن ما یه عروسی کردیم. حمله عصبی حالش خوب نیست؟ اونایی که حمله عصبی دارن خوش اومدن. بس عادل بیا پایین، انقدر آبرو ریزی نکن جلو مردم. زنای سابقم خوش اومدن، رفت خالص زنای سابق.